یکی از سوالهایی که مطرح میشه این هستش که عزاداری مطلوب چیه و کدامه؟ خب عزاداری مطلوب شاخصهای معینی رو داره، در چارچوبه شرع باشد، همگام با اهداف حسینی باشد. به یکی از ویژگی‌های بسیار خوب عزاداری مطلوب این هستش که متناسب با شرایط زمان و مکان باشه. امروز زمان ما و مکان ما به گونه ایست که مبتلای به جریان کرونا است. ضمن این که باید مجالس عزاداری حفظ بشه، باید شرایط زمان و مکان هم کاملا بهش توجه بشه. بنابراین باید شیوه ای رو برای خودمون ابداع بکنیم که هم فرهنگ دینی خودمون رو تقویت کنیم و هم سلامت جامعه را و اصول بهداشتی را برای رفع و دفع این بلیه فراگیر رعایت کنیم. خب در این رابطه ستاد ملی کرونا دستورالعمل‌های بسیار روشنی را برای ما صادر کرده. مثلا دستگردانی ها ممنوعه، فاصله گذاری ها باید رعایت بشه، بعضی از برنامه های خاصی که در سالهای قبل داشتیم در شرایط زمانی و مکانی حاضر امکان اجرای آنها وجود ندارد، مثل جریان نخلگردانی در استان یزد، قالیشوران در اصفهان، یوم العباس در زنجان. اینها را هم رعایت کنیم. با توجه به اینکه شرایط کرونا داریم و نمیتونیم که عزاداری های مثل قبل انجام بدیم و تفاوت داره و متفاوته امسال و هم امسال هم سال قبل، و جوری هم که آقا گفتن که از ما خواستن، خود آقا گفتن که من هر جوری که دستورات وزارت بهداشت باشه و پروتکل باشه من همونو انجام میدم، و از ما هم خواستن که ما هم طبق اوشون عمل کنیم، طبق پروتکلی که گفتم، طبق دستورات وزارت بهداشت انجام بدم، عمل کنم که انشالله سالهای آینده بیتونیم هیئت های خوبی داشته باشیم. و الان هم ما نباید عزاداریمون جوری باشه که تعطیل کنیم، بس کل تعطیل کنیم، ولی باید رعایت کنیم. و از کارهایی که ما امسال شعور حسینی ها بیشتر داشتیم، از جمله آزادی زندانیان داشتیم، بسته های حمایتی داشتیم، نظر ماسک داشتیم، نظر وسایل بهداشتی داشتیم، که همه اینا را دارم انجام میدم، هیئتم داره انجام میده. و در ضمن یک شب دو شب مراسم میداریم تو حسینی بزرگ فضای باز. Sağ olun. Yani kalan. Ne yapıyorsun? Hadi.